ما در موضوع مذاکرات وین برای لغو تحریم ها در اون زمان بیش از هر مقطع دیگه به توافق نزدیک بودیم. اگر طرف آمریکایی واقع بینانه برخورد میکرد، اما در همون ایام آمریکایی ها برخی از مسائل جدید رو مطرح کردند. مثلا همکاران من ماها بحث کردند، مذاکره کردند در وین. سه کشور اروپایی، روسیه، چین، گفتگوهای خیلی طولانی و دقیق کارشناسی که مثلا چه کسانی، چه اشخاص حقیقی و یا حقوقی از لیست تحریم ها خارج بشن. خب در اون ایام به یک باره طرف آمریکایی یک ایده جدیدی رو مطرح کرد، گفت ما باید در پاورقی متن این عبارت رو اضافه کنیم که اشخاصی که از لیست تحریم در نتیجه این مذاکرات خارج میشن ممکن هست مجدداً به دلایلی غیر از هسته‌ای در لیست تحریم آمریکا قرار بگیرن. در نتیجه ما به طرف آمریکایی از طریق اتحادیه اروپا و برخی واسطه هایی که پیام های دو طرف رو تبادل می کردن گفتیم آیا شما به دنبال رسیدن به توافق هستید یا به دنبال طولانی کردن مسیر توافق. برخی از موضوعات در هم مسئله لغو تحریم ها هم در موضوع تضمین های اقتصادی باعث شد که ما وارد یک فاز جدیدی از گفتگوها بشیم. اون فاز جدید گفتگوها گفتگو بین ایران و آمریکا به واسطه اتحادیه اروپا بود که هنوز هم ادامه داره.